با چیز کیک با پنیر پیتزا درست کنیم. بچه ها این ویدیو اگه 500 تا لایک برسه چیز کیک با پنیر پیتزا. چیز کیک با درست کنیم. آره واقعا هستم. جدا چرا اون ویدیو رو لایک کردین؟ یعنی خیلی ایده خفنی کاری کردین. من چیز کیک دوست دارم. ایده خفنی بود به نظرتون. بچه ها امروز قراره چیز کیک به همراه پنیر پیتزا درست کنیم. ما برای این ویدیو هزینه کردیم. شما اول کاری که می‌کنید این پنیر پیتزا خیلی گرونه. چی گرونه؟ 205 تومان پنیر پیتزا ما اینجا خریداری کردیم. بچه‌ها 5500. همین منو چی؟ 100% یک فرد 22 ساله نمی‌دونه چه جوری چیز کیک درست کنه. درسته؟ اولین کاری که می‌کنه اینه که سرچ می‌کنه داخل گوگل. میگه که با استفاده از بیسکویت پتی بو شما میای چیکار می‌کنی؟ کوکائین نیست. اینو می‌ذاری داخل یه دونه ظرف کوکائین. این قسمت برای من جذابه. پس 100% از شما هم جذابه. بچه‌ها اگه دوست دارید ویدیو آشپزی بگیرم حتما بگید. کارو فرق داره. آشپزی جوابه. بچه ما علاوه بر این ویدیو قرار بعد از اینکه این دسر پرفضامون رو درست کردیم یکی از معروف‌ترین غذاهایی که داخل انیمیشن ها بوده هم درست کنیم. دروغ میگه دروغ میگه راتاتوی. پس اگر دوست دارید که اتفاق بیفته مثل همون ویدیو شما لایکش رو کرد. نه شاید هم شدی. نه بح 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 ما صبحونه چیز کیک قرار بخوریم واجه ارتر اگه خوب بشه. خب اینا که تمام شد برای مرحله بعدی باید کره ها رو آب بکنیم و بریزیم با اینا مخلوط بکنیم که یک هی سفتی بگیره. حالا کره آب کردیم بچه هیچ کاری که مربوط به این چیزا باشه نکردم. یک لباس از ایتالیا برای ما اومده ما برامون استفاده کنیم داخل دیگه. ما چه اسپانسری کشور ایتالیا رو ما گرفتیم امروز. با این کره رو تو برای صبحونه بخوری ها بچه مطمئنی نگا کره اصلا نیازه یه سایت زده بود 400 گرم ها من نمیدونم حالا این حالا چقدره؟ 400 گرم همه با هم میشه 400 گرم. آره. اینه یه دونه 400 گرم نه دونه 100 گرم یعنی یه چیز که این نکره به بابا در گذشته به اینجا میگفتم مطبخ. بیا بابا بیا آشپزی کن بابا دادی به من تو فیلم دادی گرفتی دستی فکر کردی کی هستی ها یا چون یوتیوبر هستن هر چی میبینن واه 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 آب شد اگه به جای کره روغن بریزیم چه میشه گرونتر در میاد؟ نمیدونم اصلا هیچ نمیدونم فقط گرونتر در آره گرونتر در میاد نه سالمتر هم نیست. آره پس چرا گرونتر؟ چون روغن گرون. خب روغن چرا گرون؟ من این روغن از کره نمیاد. نه روغن از کره نمیاد که روغن از چی میاد؟ روغن از آفتاب گردون میاد. کره از چی میاد؟ کره از حیوان میاد. بچه روغن از ذرت میاد. نه آقا آفتاب گردونه دیگه اینا ذرته. این ذرته به خدا اینا نمیشه روغن ذرت به خدا آجی کرش قشنگ بهت میگم داستان ها آقا این حله اوکی نداشت نه نگاه کن آقا هیچ بستنی نداشت علی برو 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 اکنون یک خمیر نسبتا نرمی به دست می آید. به به جان علی به خدا کرش زیاده واللهی کرش زیاده نامون سر بیسکویت کمه نگفت چند تا بیسکویت درسته نه یه خور پرکره می خوریم قشنگ کره باید به خورد بیسکویت اگر نه که نمیدونم آن چه تفاهم ممکنه بیفت ولی کره زیاد بود نوشته بود که 15 دقیقه باید همینجا هم بزنی تو رو به خدای بزرگ می سپارم. بیا بریم بیا بریم بیا بریم برش کن 15 دقیقه هم بزن. خب بعد از اینکه هم زدیم دوشاره که بیسکویت خیلی کم داشتیم مثلا بیسکویت مادر رو کلا خالی کردیم مثلا مهم نیست مهم اینه که به این شکل در اومده یه انواع خاصیه واسه خودش بالاخره و متوجه شدیم که اون ظرفی که قرار بود استفاده کنیم که این بود خوب نبود و قرار این استفاده دلیلش رو اگه میخوای بدونی راستش رو بخوام من بهت نمیگم این ریدمال خیلی وحشتناک کردیم ولی مهم اینه که ما چیز کیک رو قرار بخوریم فقط به ظرف و این چیزا نداره درست خب چه فرقی داشت با این با تایلی با من دیده بودم خیلی سفتر از این قضیه هست توش آره اصلا این نبا باشه کره خیلی زیاده این مخلوط کره بیسکویت اون رو میذاریم داخل فریزر مدت 2 ساعت تا سفت بشه و بعد از اون میریم مخلوط پنیر رو درست میکنیم. وقت رو نمایی از به به کره است یعنی کره است کلوفتیش به این اندازه است و ما تا اینجا وقت داریم که پنیر بریزیم حتی اگه پنیر داشته باشیم الان وقته پنیر های کنگر
نه ریش نریش. برای مرحله بعدی پنیر پیتزا رو من میخوام از همین الان قطع کنم و قسمت پنیر اصلی چیز کیک رو تو واسه آخرش. داداش یه خورده زیاد نیست؟ حاجی خیلی زیاده. لاشی. جی این باز بشه خیلیه. داداش تو حجم بیسکویت رو نگاه کن. آقا درسته خب. آقا میخواد پنیر پیتزا باز میشه. آره میشه. بابا بذارم. یک دقیقه بذار. جانمی جان. بچا این ساعت فیلم برداره. فیلم بردارم. فیلم بردار فقط پشت منه. بچا. ما کل این بی ناموسا رو گشتیم. نبود. بلدم داره. ما ظرف رو به خاطر همین عوض کردیم. واو دیگه همونیه که میخواد چیز کیک پنیر پیتزا. یه خود بذار هوای محیط بخواهیم داخل از کل اینو نزن رو. این برای بار دومه که داره میره توی یخچال. پس باش خدا خود بود. الان رسیدیم به قسمت شیرین و زیبایی درست کردن پنیر. چیه پنیره؟ پنیر روی چیز کیک. 3 عدد پنیر خامه ای، 2 عدد خامه، 1 بسته 100 گرمی پودر قند، وانیل، پودر ژلاتین. برای مرحله بعدی از پودر ژلاتین خالص استفاده می‌کنیم و 1 بسته رو بام. بعد از اینکه ریختیم داخل لیوان با 1 لیوان آب سرد، 1 لیوان 4 قاشق. والا خوشو بفهم. چه آبیه؟ آب سرد باید باشه دیگه، سرد آبیه دیگه. 4 قاشق و چشمی بزن. اوکی. حالا میریم آقا. یه قاشق. این 2 قاشق دیگه بس. این 4 قاشق. 3 قاشق. من میگم این 4 قاشق. آقا این خالی نشده. بابا اوکیه به خدا 4 قاشق تمام شد. ما نزدیک 3 برابر حالت عادی کرده زدیم. 3 برابر حالت عادی. اونی که زده بود 150 گرم کره میخواد واسه 10 نفر آدمه. خب ما 400 گرم کره زدیم. این مطمئنه چا... اوه دیگه اوه ببین چه حالتی گرفته. قاشق برای عمم آوردم الان. ما دیگه یکم میدونی داریم سختی کار رو یکم میدونیم. 30 ثانیه ماکروفه. آه راست 30 ثانیه ماکروفه. این در راستی میشه 30 ثانیه ماکروفه. ماکروفر یا ماکروویو بذار تو فر بذار. ما فیلم بردارمون خلافکاره دنبالشن. خواب شد که داره. خواب اسکل با آب بشه دیگه. میریزی؟ خواب دیگه شده. توش دونه نسل آب سر. از جهنم درش آوردیم کردمش تو آلاسکا. پنیر رو بده بیار. پنیر خامه ای رو یه دونه پنیر دو تا پنیر رو اد میکنیم. بعدش یک بسته خامه، یک قاشق چایخوری وانیل. کارا چی انجام میدی؟ یه کارو بگی. کارو بگی. اصاره جوانی ها بچه ها. بس. ها بریز. ماشالله. دست بزن. خب نریز بس. یه نصفه بریز. بس. اوکی. گفته اگه شل شد خیلی باید پنیر بیشتر بریزی توش. آره خیلی شد. روان خالی شدی. آره اون 200 گرم ولی یه نسبی اینم باید 1/3 بریز. Satisfied. این ویدیو شامل همه چی هست بچه. شما به این برای بازار. الان نوبت پودر ژلاتینتونه. اون ژلاتون ژلاتینی بسته. برو چیز کن. بذارش تو ماکروفه. برو که من وقت ستاره روزی. برو بیخم. دارم میریدم. بریزید. ما. قیافه چه کاری بچه همه سنگین به مدت 30 دقیقه. 30 دقیقه با هم بزنید. مطلی بسه دیگه. چقدر هم میزنی؟ چقدر طول کشید؟ در دقیقه هست کم میزنی. کلن 30 ثانیه باید هم میزدی. یواش. ماما میا آجی چه چیز کیکی بشه این؟ بچه ها نکن این بعد از اینجا قرار بره داخل یخچال. اینجا آماده میشه. پس کنه کارن اینجا رو کج شد. بچه ها معذرت میخوام قراره اینو بخوریم ولی من نمیتونستم اینو نزدم.
باورم نمیشه داریم کار میکنیم. مامان ببخشید که داریم میکنم با من شرمنده و این دیگه شنبه فان قضیه است. دوست داشتی دکترش هم میدونم ولی بابت این کار خیلی بیشتر من پول میدن. خدافر اس پسش انتخاب نکنید. رستم چیز بچه ها خطو ریدم بچه ها ریدم ریدی که بذار فقط صاف بذار بچه ها این باگی داری به دوستش از این نما چه کیو بگیر 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 صبح خیلی تک تک مونده خیلی چون که صبح زمان این چیزا رفت نداره چیزی که اون 12 ساعتی که داخل یخچال داره بیا کارو بگیر اونو نگاه کن یا زشت نیست بعد این راستش رو بخوام این شکلی نبود هادی این دراز بود و یه تکون خورد یکمش دهن سرویس یکمش پهن شد آره این چایا رو می‌بینی تو چایا رو می‌بینی چرا سه تا تری داری به این نفر سومی هم تو ویدیو هست که می‌خواد این اثر رو بچا بتمن رفت سوپرمن اومد این با تمام چیز کیکایی که خوردم متفاوته 100 درصد یک داخلش پنجه دو من سرشو بکارم تو تنشو تو هم تخمه شد آره هله سفتم میخوای بیام کمکه خیلی سفته میخوای بیام کمکه خیلی سفته بچه ها خیلی سفته و اینم از چیزکیک با پنیر پیتزا سه تا پیس خیلی خفن از این مستر پیس رو ما جدا کردیم با طراحی خارجی بسیار 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 زیبا این لایه رو که دارید میبینید پنیر پیتزاه جنسه واقعا به نظر من چیزی کرده این باشه آمادیم ببینیم بریم 3 2 1 چیزکیکه یعنی واقعا چیزکیکه یه چیزکیک نرماله بدون قند با چربی زیاد قند باید نداره نه شکر نداره چربیش ولی واقعا زیاد شکر مثل اینکه کم بود ولی به این بد نشده نه دیگه شیرینیش اینا ما برای اینم فکر کردیم اینا شیرینیشه اینو برمیدی اینو هم میکنی توی این تمام بوم بمب ساعتی ببین واسه اولین چیزکیکی که درست کردیم فکر کنم این واقعا خوب بود یعنی مستر پیس ساختیم و احساس میکنم تو هم دلت میخواد ها از این برش بخور اوکی